بشم هشم نعصه به نسلی اختراسی والانو لانو مشه مراشا قهیلت یعقوف به هشم پاراشای دباریم فصل یک پاسوق تدزین یعنی شونزده میفرماید و اصوه چفته خم باید حیل مر و دستور دادم به قاضیان شما در آن موقع اینطور شما بشنوید بین اخخم بین برادرانتان اوشفت صدق قضاوت کنید عادلانه بین ایش بین شخصی او بین آخیو و بین برادرش او بین گرو و با شخصی که گر شده است حالا برای خیلی مقادش میفرمایند که باید هایی مر عمر و لمر این که پاسخ فرموده لمر که بار کاتفتی بر به من قبلا در خیلی از جاها نوشتم کل شعن و عمر حد واریم اسمان کسوراتان هر جایی که قرار نیست اون مطالب رو به همون صورتی که گفته شده بیان کنه گفته لمور یعنی یک توضیحات و تفاصیر بیشتری رو باید براش بگن پس عین همون مطلب رو نمیگه پس اینجا گفته لمور که یه مقداری توضیح داره که ممکن همینطور این مطلبی که جلو ماست لو سیوا لو شزیوا اوتام باه تای بلا 16 اسما نه اینکه تو مش ربنو بیای همین جوری عینا این مطالب رو به اونها بگی بلکه این دستور رو به اونها بده که بشنوند با اون جزیات و مطالبی که در کنارش برای اونها میگی و اول اینکه و شاید که اینجا منظور داره اشاره کنه من چیزی که خخامی فرمودن در سنهدرین یروشلمی و این لفظ که کدواخاز زاخوله برناش و اونا موقع که میدید یک شخصی که زکایه ولی بلد نیست زبون باز کنه و بگه تو کمکش کن هوا پا تخله به او کمک کن و زبان او باش و همونطور که میشله سی و میفرماید پتخ پی خال ایلم یعنی دهان باز کن برای فردی که گنگه و نمیتونه حرف بزنه و تا اینجاست این مطلب و اون چیزی که اشاره کرده در کلمه لمر که آلاب لمر لبلتیه ها امت و صدق یعنی بر عهده توی که توضیح بدی لمور یعنی بگی به جای او اون چیزی که حقیقت اینجا داره کتمان میشه و دیده نمیشه و تا بتونی قضاوت رو با صداقت بگی پس اینجا اشاره میکنه به اینکه تو بعضی این موقع لازمه که زبان او باشی و اون چیزی که اون نمیتونه بگه و میخواد بگه براش به جای او توضیح بدی او ایت بایر الدرخ و همینطور توضیح داده میشه بر طریق گفتن در سندرین او و رنبام و پساک میده رمبام زال در پرق 21 ازیل از این خود سندرین که به زل شنو ساری خدایان لیشموه لازمه دایان بشنوه اون ادعاها رو از طرفین دعوا و تکرار کنه اون ادعاها رو همطوری گفت شده است و یومر مل, مل زوت یعنی پادشاه میاد اون ادعاها رو دوباره میگه یعنی میگه شما منظورتون اینه و دوباره تکرار میکنه تا اینکه مطمئن بشه که اون چیزی که فهمیده دقیقا اون چیزی که اونا میگن هست و اون چیزی که نیت داره به معمار لمر شامو بشنوید یعنی پیروش اینه که لازم قاضی بگه با دهانش اون چیزی که شنیده از طرف اون طرفین دعوا یعنی اینکه قاضی باید دوباره صحبت که شنیده تکرار کنه تا اینجا مطمئن بشه که حرفای اون طرفین دعوا رو شنیده و خوب درکش کرده به اون حالت که میتونه تکرار کنه و بگه و مسلما اونها هم تایید میکنن و میگه بله دقیقا اون چیزی که ما میگیم قاضی داره الان با زبان خودش توضیح میده بعد ادامه میده شاموع به بشنوید بین برادراتان میفرماید که قاشه اینجا ایراده مسالیخ لسواد لازه ایملو ایشمه ما الزه یا ما یادونو خب لازمه که مشهر بنو به اونها دستور بده که بشنون خب احتیاج به گفتن نیست معلومه که قاضیان باید بشنون اگه نشنون چی رو قضاوت کنن آخه نکوانا جا منظور اینه که شیو متمیدین یعنی استمرار در شنیدن داشته باشن و متنفر نشن و این مطلب به دو قسمت تقسیم میشه یکی که آلف میبهل دینیم اسمان یعنی از طرف خود اون طرف این دعوا باید این مسئله گفته بشه که اگه بگن اودیش لانولیت اون اون مدعی ها بگن بازم ما ادعا داریم بازم حرف داریم اودیش لانول خیلی ما میخوایم بازم ثابت کنیم قاضی نباید به تنگ بیاد از صحبتاشون اون مگم که شعیر بولا با وجوده ای که طرف این دعوا میخوان دلیل بیارن پشت دلیل و فایده نداره اینا میگن قاضی نباید بگه فایده نداره بعد بشنوه خوب ولو یوم دیان شو ان رعا یا بن دیان نباید بگه دلیلی دیگه قبول نداریم ادعایی هم دیگه پذیرفته نیست و شما دیگه حرف نزنید بلکه باید الا شما بیت میدوت یعنی به طور مستمر بشنوند و گوش بدن و نکته دیگر دوم این که شیم ایتریخو هم دینیم. اگر اون طرفین دعوا قاضیان رو به زحمت انداختند یوم رو عربه تارخ تارخ نو ایوم قاضی نگن بابا خیلی امروز ما رو کلافه کردید زحمت انداختید و این شما اوتو و نیتان من آقا دیگه بسته دیگه باشه بعدا حرفاتون بزنید باشه دیگه بعدا ادعاتون رو بگین الا شما به این افسق بلکه شما بدون اینکه انقطاعی وجود داشته باشه بشنوید و دقت کنید و اینجا دستور داده شدید ال دیقدوق اینوی حدین یعنی باید مواظب باشید که حکم رو به تاخیر نندازید قضاوت رو به تاخیر نندازید حالا بقیهش فردا بگید خب بذار حرفاشون تموم کنن هر چی میخوان بگن این به تاخیر انداختن قضاوت مجاز نیست او دیرس لحظ ایران و دیگه میخواد اونها رو برنظر کنه لیت خکه که اون عاقل بشن از میان مطالبی که گفته میشه بین اونهایی که ادعا دارن که بشناسن حقیقت موضوع رو یعنی قاضیان باید به عمق مطالب مدعیان وارد بشن و بشناسن دقیقا حقیقت مطلب رو اگم شلپی اتعانوت ممکنه که بر طبق ادعایی که میکنن زکایی بشه اون یکی و خیاب بشه این یکی و این نیکاریم و اگر از میان صحبتها و ترتیب گفتن های مدعیان و اون لحن گفتنشون برعکس اون چیزی که میخوان خیاب کنن اون رو و باید قاضی دقت کنه و بفهمه و دیانم چیزی که چشمش میبینه و به عقلش میرسه میگه و قضاوت میکنه در حال باید که خوب دقت توجه و حساسیت به خرج بده بنابراین اگر به دید قای... دا... قاضی میرسه که برعکس او چیزیه که میخوان حالا فلان رو محکوم کنن حقیقت چیز دیگری است باید اون چیزی که میفهمن و درک میکنن رو انجام بدن و دنبال پیدا کردن حقیقت باشن اون چیزی که گفتن شاموه لفظ شنیدن و درک کردن بین اون برادران ای که گفته میخواد بگه که مش یورو بن همت بیت خود یعنی شما بفهمید اون جر و بحثی که بین این دو نفره و درست قضاوت کنید بر طبق اون چیزی که واضح میشه که واقعا صادقان است همچنین که برعکس این قضاوت مرتبیه که هست که اون قضاوت نمیاد بلکه نزد دیانه که هیچی خبر نداره و برای قاضی توضیح میدن همه چیز رو و دیان هم چیزی که چشمش میبینه و میفهمه با اون دقت و کمکی که بهش میکنه قضاوت میکنه این لدیان الا مش اناورو رو چیزی که میبینه و میفهمه با کمک هشم قضاوت میکنه و دیگه اینجا میخواد بگه بر طریقه در که در مسخت مکت گفته میشنا در آخر پرقیشان و این لفظش شلو تیه شمن شما میپی اتور که میگه بشنوید یعنی از دبان و از دهان مترجم نباشه بلکه امرو شما بشنوید بین برادرانتان نه از زبان مترجم یعنی اون مدعی ها باید حرف بزند مترجم نمیتونه باشه بین قاضی و اون طرفین دعوا از زبان طرفین دعوا باید بشنون و دیگه میخواد بگه که اون قاضی روی خوش به یه نفر نشون نده و خوش برخود نباشه به یکیشون و به یه نفر دیگه مشپیل نام پایین بندازه نگاهش کمی غضبناک باشه یا اینکه طریقه شنیدنشون باید برای دوتاشون یک شکل باشه و اینکه گفته شما بر هر دوتاشون رو یک نو و یک جور بشنوید پروش در میاد تیه به یعنی طریقه شنیدن قاضی باید یکسان باشه بین این برادرانی که با هم دعوا دارن و اگر تو بلند میکنی چشمت رو نگاه اونا میکنه نگاه هر دو طرف کن هر کدومشون که حرف میزنن نگاهشون کن و اگر سرت پایین میندازی برای دوتاشون سرت رو پایین بنداز یا امکان داره که اینجا داره قاضی دستور میده به قاضی دستور میده که اونا قاضی ها چشمشون رو بلند نکنن اصلا چون امکان داره یکی از اونها نگاه قاضی رو یه مقداری آشناتر و خوبتر ببینه و یکی دیگه نه نگاه قاضی رو یه مقداری برای خودش یه جوری دیگه قضاوت کنه و ادعاهاش بسته بشه و نتونه خوب حرفاش رو بزنه بنابراین خوبه که قاضی چشماش رو پایین بندازه و به هیچ کس نگاه نکنه که تفاوتی در نگاه به دو طرف دعوا به وجود نیاد و شنیدم از پی خاخام یک خاصید بزرگ خاخام بزرگ که عزیز بر من مثل روی من کی هست آراوری بیموشه بیردوگو زخ زیخونون لخی حالا من با که دقت میکرده در زمان قضاوت که چشماش پایین بوده و نگاه نمی کرده اصلا بالا و احساس میکرده که اگر چشماشو بالا بیاره ممکنه یکی از این مدعیاب به هم ریخته بشه و نتونه اونجوری که باید بگه و اینکه پاسو گفته شاموا بینخخه یعنی این شنیدنتون رو یک جور بین دوتای قرار بدید که اون مدیان فرقی در شنیدن شما براشون به وجود نیاد و بدین وسیله میتونید قضاوت کنید صادقانه بعد که گفته بینیچو بیناخیب میخواد بگه که بر شلوشا دینیم از صوبویم میشپات صدق بر اون سه حکمی که قضاوت صادقانه میتونه باشه بر طریق تطبیق بیکنه میشه رنبام در پیرق کاپت از خود سندرین که شلو تومر ایشفلونی ایش فلونی شما یه رو گد نگه که آه نکنه اگه اینو من محکومش کنم نیاد بیاد بچه قاضی رو بکشن قاضی به ترسه که نگه زه آمر بن ایش و میخواد بگه که بین خودت و اون فرد ترسی نباشه هم تو که خزان پیروش کردن لوتا گرو میپنه ایش از کسی نترسید پس بین ایش که میگنی بین شما با اون شخص که میخواید محکومش کنی ترسی نباشه اگه واقعا محکوم محکومش کنی نگه بیاد فردا آسیبی میزنه خطری به وجود میاره و نکته دوم این که موقعی که دوتا برادر میان برای قضاوت شدن و شما بگی خب من دقت نمی کنم تو قضاوتشون چون اونا برادرن خب بعد هم نمیخوان که پس نمیخواد خوب توجه و دقت داشته باشم بر این گفته او بین آخی بین دوتا برادرم که قضاوت میکنی باید خوب توجه و حساسیت به خرج بدیم کم نیت که ون لمشام رو همینطور اینجا منظور داره اون چیزی که در پرق شبوعت ها ادود گفته مسخت شبوت لام لامداله که اونجا توضیح میده که دو نفر که میان به قضا ورده کش لباس خوب و تمیز و شیک پوشیده گرون قیمت کش لباس کهنه و ارزون قیمت پوشیده این قابل قبول نیست و باید که به اونها بگیم که یک جور باید لباس بپوشید یا ثروتمنده بره مثل اون فقیره لباس بپوشه یا ای که اون ثروتمنده اون فقیره رو هم مثل خودش لباس تن کنه بس اینجاست که اگر غیر از این باشه اون فرد فقیر میگه لباس من پارست و خرابه با این لباسی که من پوشیدم که بی... کسی حرف منو گوش نمیده و نمیتونه حرفاشو خوب بزنه بنابراین باید لباساشون در یه حدود باشه حالا نه اینکه دقیقا یه جور ولی نزدیک به هم باشه همونی که پاسوخ گفته اوون آخیو که قضاوت عادلانه بشه و سوم اینکه در پرق شبوت فرموده که تانو ربانان به صدق هم تمیت خواهد. که یک نفر نشینه یک نفر بیسته یا هر دو بیستن یا هر دو بشینن و اینکه گفته او به میخواد بگه که یه میت گرر که متو یعنی یه جور باشن یا نشسته یا ایستاده که در غیر این صورت اینجا قضاوت صادقانه نخواهد بود اگه یکی بیسته یکی بشینه اون کسی که نشسته ممکنه نتونه خوب حرفاشو بزنه و احساس کنه که اون کسی که ایستاده بهتر صحبتاشو میکنه.